بخشه زنده ببینیم که چه خبره بعد در مرسی درسته. آهنگ بود کمش میکنه من یه چیزی بگم به برادرم و خواهرم عزیز من اگ... نه تو سر تو کجا خودا... تو نه چیزی بگی تو باید استوب باشی یه دفعه صدا چرا اومد چی بگی خب باش تا ما ببینیم چی بگی مرسی از اینجا بینیم تو برنامه چه برنامه بشه امشب چه برنامه بشه از اون برنامه ها بشه وای 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 چرا این کارا رو میده خواهشن تا پایان برنامه عزیزان مذهبی کاری به همدیگه نداشته باشن من نمیدونم چرا شما ها افتادید اینجوری به جون همدیگه خیلی ممنون پارسام که هست صدا و تصویرم عالیه تا آخر برنامه خدا کنه کاری نداشته باشن که ما بتونیم اخبار رو پوشش بدیم برنامه بی نهایت مثبت 18 <applause> و یک سطح خورده ای با شما هستیم و یه چیز خیلی جالبی در اومده دوباره یعنی دارم میترکونن عزیزان اگه با زن و بچه با هم هستید با خانواده هستید خواهشاً این برنامه رو نبینید من شرمنده واقعا. واقعاً اگر میبینید ما بیادب شدیم یه مقدار پرنسیبا رفته کنار آخه جمهوری اسلامی داره میترکونه یه کارایی میکنه آدم فکش میخوره زمین خواهشم برنامه رو پخش بکنید دوستان لایک ها بره بالا تا ما بشینیم یک صحبتی بکنیم و از الان شروع کنیم دمتون گرم زنده باشید خب خبرها خیلی زیاده من خب این, س... این چهرهی که میبینید در حقیقت اسمشون آقای مسعودیانفر هست مدیر کل صدا و سیمای گیلانه که یه چیزی نزدیک دو سال پیش آبروش رفت اما فیلمش تازه در اومده با منشی خودشون خانم بیتا علیزاده یه ارتباطی داشتن فیلمشون به دستمون رسیده اه نمیدونم تا کجاشو میتونم پخش بکنم من البته شطرنجی کردم فعلا دست به نقد بریم ببینیم که این آقای سوپر حزب خیلی ممنون بانو پاندایی عزیز شرمندمون کردی خواهشام برنامه دوستان لایک بزنن پخش بکنن از اون برنامه‌ای که میخوایم دور هم دیگه حالش رو بریم منتها بذارید برنامه رو با یک حرکت خیلی فوس ماجور شروع کنم دارم تکرار میکنم برنامه سوپر در حقیقت 18 مثبت 18 نگاه نکنید آقای خب بذارید من ببینم که توی کانال خودم نذاشتم اوکی همین الان آها آه راست میگی من بذاره توی تلگرام رو قطع کنم تلگرام رو دست رو شروع کنم ببخشید من تلگرام رو دست رو شروع نکردم ممنون پارسای عزیز رفتیم تو تلگرام خودمون مرسی بله قاطی میکنم دیگه اینکه میگی بذار تو چیز بعد وقت قاطی میکنم پوزش میخوام بذار به برنامه پس آقا مثبت 18 این برنامه چیزهای خیلی عجیبی میخوایم نشون بدیم مطالب خیلی عجیبی رو میخوایم صحبت بکنیم منتا اول از همه با این آقای مسئولیان فر رابطهشون با منشیشون خانم بیتا علیزاده من یه نکته ای رو بگم در مورد هنرمندان و سلبریتی ها سالهاست خب یه سری مطالب برای ما میومدن و ما اینا رو کانالیزه میکردیم یه جا دیگه یه بند خدای تو آلمان دوستاش اون پخش بکنه من الان که من دیگه افتادم به جون من با سلبریتی ها هر ویدیویی کسی برای من بفرسته من مثلا نمیپردازم به من ربطی نداره چون سلبریتی ها که جان جانم مذاب بکشن این آقای مسئولیان فرجاز کسانیه که خیلی گیر میداد به این کارمندان صدا و سیما در گیلان که آقا شما چرا مثلا یه تارموت بیرونه آدمی که خیلی درگیر این بود که چرا بقیه تار موشون بیرونه با منشی خان خودشون خانم دارم بهتون میگم تصاویر خوبی نمیخوام پخش کنم با منشی خانم خودشون خانم بیتا علیزاده بریم ببینیم چیکار میکنن صدام داره اگر تو خونواده هستید نگاه نکنید دیگه من نمیدونم دیگه واقعا چه جوری بگم نگاه نکنید چون اگر چیز بعدا یواشکی خودتون بیاید بشینید نگاه کنید صحنه رو داشته باشیم بله صدام داره تخمه اگه دوستان میخوان تخمه ای چیپسی اینا میخوان وردارن نگاه کنن نگاه کنن خب من اینا بعد در حقیقت اینجا سحنا خورده بعد من اینو چیز کردم دیگه تو این صحنه بیشتر نمیتونم نشون بدم صحنه رو دیدید دیگه بیشتر نمیتونم نشون بدم این آقای در حال بخش بعدیه بذارید بنابراین آقای مسئولیان فر بود مال صدا سیما البته ارتباط مال دو سال پیش بوده معلوم بوده فیلمش تازه رسیده بود بیا این بازار فیلمش رسیده دیگه بریم حالش رو ببریم دوستان دمتون گم بریم حالا بریم داستان اصل برنامه امروزمون چیه با این مسئولیان فر کار نشه فقط اینو خواستیم یه در حقیقت مقدمه برنامه پیش قضا بهتون یه صحنه نشون بدیم که ایشون با منشیشون خانم بیتا علی زاده. دیگه اینه دیگه داستان شما آبروی ملت رو میبرید وقتی به ملت توهین میکنید وقتی که گشت ارشاد را میندازید وقتی که تزویر میکنید وقتی که حسین بازی میکنید داستان توی میشه اما در کنار این قضیه خب ما آقای رضا سقطی رو داریم که این بچههایی که دورش میبینید بیشترشون بازداشت شدن مثل که نزدیک 37 نفر بازداشت شدن اینا همه بچه بسیجیان ببین آقا اصلا سوال رضا سقطی سنت به اینا میخوره نمیخوره چرا اینا دورتن دوست داره خوشش میاد آقا از بدن مرد خوشش میومد خب اینو ما توضیح دادیم این بچه ها همه دستگیر شدن دستگیر شدن و رضا سقطی حالا این یه عکس تزئینیه ربطی نداره دو تا اخونده عاشقن همدیگه رو بغل کردن و این یکی از پسراییه که مداه و جز بسیجیایی که رضا سقطی آره ترتیبش داده اینجا نگاه کنی اصلا این سن و سال چرا بعد الان بخنده این بچه رو جوری چیز کرده میدونی یه داستان یه دیگه اینا رضا سقطی که الان تو زندان داستانش هم معنوش تماما هم عکساش با این بچه های جوونه تماما نگاه کنی اصلا نگاه چی خوشحاله اصلا خو... پسر جوون خوشش میاد نمیدونی شانس ها ما سربازین هر بازین اون گیر این نیفت هر چی میداد به من یکی که رم نمی کر. اصلا این هر کسی رو گیر آورده گیر خورده مثلا جوون نمونه دیگه چیز کرده این رضای خیلی خطرناکه ببینید دوستان من این عکسی که شما دیدید این بچه های جوون همشون بازداشت شدن و خبر بعد اینه که در فقه شیعه در اسلام ناب محمدی که اینا بر این ما آوردن دوستان خواهشم برنامه رو پخش کنید که این برنامه از اون برنامه است که اطلاعات خیلی خوبی میخوایم بدیم از اون برنامه است. لایک هم خیلی کم ها. من میخوام چیزای خیلی قشنگی نشون بدم تو این برنامه قشنگ نه <applause> شوخی میگم چیزای قشنگی نیست ولی جالبه ببینید داستانی که وجود داره اینه که در این اسلام ناب محمدیشون این بچه‌ای که متاسفانه مفعول هستن اینا اعدام میشن رضا سقطی قرار فقط شلاق بخوره یعنی این دیگه دین کامله دیگه دیگه کامل ترین دین آقا یه کامل ترین دین کسی که تجاوز کرده شلاق میخورد کسی که مورد تجاوز قرار گرفته در حقیقت این تجاوز حالا درست شما ظاهرا میبینی اینا راضی مخاشونو زده دیگه بیا من مثلا کمکت کنم تو سربازی تو بیشتر مرخصی برو فلان بشو اینا یعنی اینا رو به خاطر شرایطشون تحت فشار قرار داده و این بچه ها رو دیگه دستمالی کرده اونا اعدام میشن ولی رضا سقطی قرار فقط شلاق بخوره این اسلام ناب محمدیه اما یه اتفاق خیلی وحشتناکی رخ داد یک دفعه خبر اومد اصلا باور نکردنی حجت الاسلام مهتی حقشناس حقشناس داشتیم داشتیم در این ساعت بذار ببینیم سمت حقشناس چی میگه اینه حجت که امروز مثلا ما با این کار داریم برنامه از الان تا یه ساعت دیگه حقشناس بازیه میخوایم حقش رو بشناسیم حقش کجاست آقای حقشناس که جزء ستاد امر به معروف گیلان هستن تصاویر زیادی هم دارن یا عکسی هم مثلا با رضا سقطی داره این آقای حق شناس داستان داره داستانش چیه داستانش اونجاست که اینجا مثلا اومده بود پرچم میذاش که من چی چی من فلان هم، من گونی ام من ها من انقلابی ام اوکی هم فرق نداره من گونی ام من انقلابی هم، مترادفه بعد اینا گذاشته بود و در این اینم تصاویرش خیلی برنامه میذاره حالا به برنامه‌هاشون خواهیم پرداخت مسائلشون رو پرداخت یه ویدیوی اول در اومد که عرو گوشی ایشون که بعد بهتون میگیم چه جوری در اومده داستان چیه که رادیو را را گیلان منتشر کرد داستانش هم بهتون میگه بعد من ویدیوهاش رفتم گوش کردم فهمیدم که این رقابت سیاسی هم دارن توی گیلان دارن همدیگر لو میدن اصلا باور نکردنیه ما بعد از محرمه لواتی و محرم خود که برنامهاشو ساختم خیلی مورد توجهتون قرار گرفت محرم, لواتی رو که پرچمش آقای سقطی برد بالا محرم خود هم که آقای سفری پرچمشو برد بالا حالا رسیدیم به ایستگاه محرم باجناقی با باجناق آخه ایشون با باجناقش چتاشون در میاد که سکس چت کردن با همدیگه و حرفایی که اونجا میزنن وحشتناکه میگه من مکان دارم تو پاشو بیا تو مکانم این دفعه من فلان میکنم این آقای حقشناس به باجناقش میگه جالب اینه باجناقشون عکسشون رو نداریم ولی میدونیم آخوند نام باجناقشون آقای عباس باقیپوره اونم آخونده آقا ما اصلا باور نکردنیه ما میدونستیم که باجناخ فامیل نیست ولی دیگه قرار نشه ترتیب باجناختون رو بدید شما دیگه یکی هستید حالا <applause> باجناخ فامیل نمیشه ولی دیگه ترتیب باجناخ <applause> خیلی خوب بریم ببینیم که داستان چیه من چتاشون رو میذارم نمیدونم میتونم بخونم یا نه چون خیلی زننده است چتاشون خیلی زننده است منتها ما فراتر از چتشون داریم فراتر از چتشون منتشر شده و قضیه هم مطمئن شدیم و این آقا رو از ستاد امر معروف فعلا مثل که عزل کردن ولی در این دوره ایشون یکی از میدانداران امام حسین و مراسم عزاداری در انزلی بوده ببینید داستان رو به کجا میرسه این چتشونه که خیلی جالبه تو این چت صحبت هایی که سکت چتی که میکنن طولانیه من براتون حالا ببینم میشه خون اصلا نمیشه خون من فقط میذارم خودتون ببینم یه دو دقیقه رو من سکوت کنم یه سینه زنی کنیم یا حسین خودتون بخونید دیگه من میذارم که بعد خودتون بخونید میرم این و میگه کجایی کلید داری نداری میگه خوبم داداش آره شهرام جون بیا سری میگه کجا خیلی ممنون آیه دوست عزیز که اکانتتون آیه پرسیای های عزیز بابت استیکر ممنون نیزم میگه به خدا گیرم بیا بابا با خب برو با خانومت میگه آدرست کجاست یه جای جدید پیدا کرده مکان باشه میام تو برو این گوشی خوده حالا این چه چجوری دسته راستان منتشر شده بهتون میگم خود حق شناسه گوشی حق شناسه ازش فیلم گرفتن میخوای من گیر نیارم و رسیدم زنگ میزنم و فلان و اوف و فلان کن و بهمان کن دوتا دو تا مرد دو تا مرد آخون دارن این حرفا رو به هم میزنن اصلا من روم نمیشه بخونم فقط دیگه رسید به اینکه زنگ زدی مطمئن باشم میای فلان میکنی من الان گیرم تو رو خدا جون مامان پول در حقیقت گشت میگم گشت پول تاکسی تو میدم پس چرا الکی گفتی امشب خونه خالیه عوضی به خدا خالیه پاشو بیا فلان کنیم و ال کنیم این دفعه من فلان میکنم و این داستان وقتی که لو میره حالا چرا لو میره الان وایس هم فرستاده این هم وایس صدا داره وایسش رو باز کن دیگه فقط چرتاشونو داره چیز میکنه میگه میخوام خود ارضایی کنم و سری فقط و بعد اینجا داستان میشه مثل اینکه داستان میشه شرایط جور نمیشه که برن پیش هم دیگه اینا از طریق واتساپ با هم دیگه خود ارزایی میکنن حالا فیلمش هست منتها فیلمشه که ما نمیتونیم پخش کنیم اما میتونیم حالا بعد در تلگرام بزنیم دوستان ببینه اما یک تصویری از این داستان من گرفتم تصویر زشتیه تا جایی که تونستم تار کردم ولی میخوام عمق داستان شما بدونید بذار این صحبتاشون تمام شه تا من تصویر این قضیه این آخ آخوند عزیز رو نشونتون بدم بعد بریم صحبت های دیگر داشته باشیم اول سندو منتشر بشه برم بله نمی اصلا نمیفهمم میشه دو تا مردی که داتا آخون دمتون گم یعنی شما تو حوزه علمیه مم. یعنی شما ملت امام حسین روی قوم لوتو واقعا روسفید کردید قوم لوتو دمتون گم اینم گفتن قوم لوت فلان میکنه شماها رو سفید کردید امت امام حسین دیگه اصلا دیگه نگید قوم لوت بگید امت امام حسین <applause> خیلی من اون سر... حالا بعد این چاته بهشون جواب نمیده این دوتا نر قول شروع میکنن به صورت تصویری در واتساپ بدن همدیگر رو به همدیگه نشون میدن اون ببخشید باستن مبارکه رو به این نشون میده این باستن اون رو نشون میده و با همدیگه خود ارزایی میکنن فیلمش هم هست من از رو فیلمش یه اسکرین گرفتم و به همین حد که تو این اسکری اون یکی توی اونجاست من اینو اینجا شطرنجی کردم که شنبول تلاشون معلومه این آقا هم شنبول تلاشون تو دستشونه داره داستان میکنه و مبل و اینا مشخصه از رو مبل و اینا خانواده دوتا تا شناسایی کردن که بله داستان واقعیه پاپوش درست نکردن میگم چون اینا رو محدودیت داریم در یوتیوب پخش بکنیم اینا من فقط میخوام بهتون بگم که نه قضیه حقیقت داره ما چیزی اینجا نمیایم ببخشید در روز صد تا از این ویدیو دست ما میرسه بررسی میکنیم اونایی که مطمئن میشیم و میایم و بعدم میبینی تایید میشه مثلا رضا سقطی که اومد بعد از رادیو گیلان فکر کنم دومین برنامه‌ای که بهش پرداخت ما بودیم همون دقیقه و بعدش دیگه صدای آمریکا و بقیه هم پرداختم و تایید شد خب ما به حال اخبار میشناسیم که کدوم اخبار فیک کدوم فیک نیست خودتون میدونید در روز چقدر برای من از این ویدیوها خود شما مخاطبان برای من میفرستید و من نمیپردازم چیزایی که مطمئن میشیم به هر حال هم پاشه که اینجاست و اونم اونجاست و اینم اینجاست و دیگه بقیهشو نشون نمیدم داستان اینه که این داتا تا باجناق عزیز بله این داتا تا باجناق عزیز که من انقلابی هم در حقیقت زنه من گونی هم. این داتا تا باجناق عزیز بعد بله نمیدونی تو این سکس چت حالا خون خوندید یا نه اصلا شرم خیلی ممنون دوست عزیز که امپرو عزیز که چیز کردن فکر می کنم که الان ببینم بله عضویتشون رو به مدت سه ماه گرفتن خیلی ممنون سه ماه عضو یوتیوب ما شدن دوستان اگه مایلا میتونن عضو ما بشن حالا به این داستان رو بیشتر باز کنیم که داستان چیه چون من این صحنه ها رو نمیتونم زیاد نشون بدم ایشون هم که اینجا گرفته من انقلابی هم یعنی من گونی هم. خب البته الان پیشنهادم میشه که پرچمشون اعضا میتونن پرچم جمهوری اسلامی چون یه لوگو سیاسیه میتونن در حقیقت اینو بزنن دوستان پیشنهاد دارن بعضیا گفتن نه این پرچم برازنده تره و بعضی هم پوزش میخوام این پرچم رو برای جمهوری اسلامی گذاشتم حالا داستان چیه ما بریم ببینیم که برای چی این ویدیوها در اومده این با باجناقش دعواشون میشه دعواشون میشه با جناقه باقی پور مثل که یکی دو بار به این بیشتر داستان داشته بیش یکی دو بار بیشتر مفعول بوده پیش این همیاران عزیز ناراحت میشه و میشه سر هرچی من نمیدونم مونتا با جناقه آقای باقی پور عباس باقی پور که با ایشون میخوابیده و با جناق هستن دیگه اصلا نداشتیم دیگه با جناق فامیل نیست ولی قرار نیست که ترتیبشو بدیم اون بالا همیشه میره قضیه رو لو میده لو میده و قضیه توی انزلی تو بخش اطلاعات و اینا میپیچه و این آقا رو میخوان دستگیر کنن کسی که وساطت میکنه و نمیذاره پرونده بیاد بالا کیه نماینده مستقیم آقای خامنه ایه. نماینده مستقیم آقای خامنه ای توی انزلی کیه حاج آقا فلاحتی آخون آیت الله فلاحتی همونی که چند وقت پیش برگشت گفتش که من بیزارم از شما زنان بیهجابی که اینجا هستید آبروی منو بردید اون وقت برای لوات این دو آخوند آمر به معروف آخوند رفته به ساتت کرده نگاه کنیم این صحبتش رو برای یادآوری من بذارم ببینیم آقای فلاحتی چی گفتن آهنگ من یه چیزی بگم آهنگ مو کمش من یه چیزی بگم به برادرم و خواهران عزیز من اگر میدانستم این جلسه اینجوریه اینجا نمی آمدم بله. من از این خواهرانی که هجاب را رعایت نکردن سایت ها فردا میزنن میگه نماینده ولی فقی در یه جلسه شرکت کرد که یک عده دختران در اونجا کشف حجاب کردن بنده از همه کسانی که اینجا کشف حجاب کردن بیزارم سایت ها بزنن فردا بر علیه من نگوین من از همه زنان و دخترانی که اینجا هجاب را رعایت نکردم بیزارم توصیه میکنم مثل دختران ما که محجبه در اینجا شد. اینجور زندگی بکنید خب و سلام خب یه سوال بعد خب مال بخش بعدی رو نمیخوام فعلا بریم خب یه سوال جدی میمونه آخوندی که وسط خانواده شهدا آقای فلاحتی میگه من بیزارم از این داستان خب تو بیزاری چه که تو از این داستان بیزاری ولی این آقا که با باجناقش این هم فیلم اکسشونه فیلمش اصلا فیلمش الان منتشر هم شده خودتون میدونی یه همچین فیلمی داره داتا مرد حالا باز یه مرد و زن باشه خب توجیح پذیره بالاخره ما مردا هممون دیگه داستانه خودمون رو میشناسیم دیگه ولی داتا مرد قفله دیگه چطور تو از زن بیهجاب در حقیقت بیزاری اما در حقیقت از این ارتباط بیزار نیستی من اینو بخوام براتون باز کنم یه مقدار بازش چیه قربون شکلتون برم اینه که جریان آخوندیسم با زن مشکل داره زن باید حض بشه از تو جامعه حجاب برای همین اومده و همه ببخشید پوزش میخوام این کسافتکاری رو تو دورانشون داشتن یه زمانی در مورد آقای خامنه ای میگفتن من قبول نمیکردم الان هم قبول نمیکنم بگم بهتون چون باید سند و مدرک بشه ولی شواهد میگه که آقا مثل این که دروغ هم نمیگن شواهد امنشون نشون میده تمام آخونده یعنی فضایی که الان وجود داره تمام پسرهای مذهبی اینا پوزش میخوام اینا همشون دادن مگر اینکه خلاف ثابت ای شه از این عظیمه بعد اینه کسی که میگه یا حسین تیپ مذهبی داره احتمالا داده احتمالا بچگونیه مگر اینکه خلاف ثابت ای شه خلاف ثابت از شواهد داره نشون میده ببینید شما 200 آقا ببینید اصلا ما اینجا به تقریب نیست صرفا که تخریب هم میخوایم بکنیم پدرشون هم میخوایم در بیاریم اما میخوایم بر اساس حقیقت هم باشه دیگه نمیخوایم مثل مثلا شرطی مثلا همینجوری یه چیزی بگیم وقتی که 200 آقا میگن توی این ذو مثل آمریکایی چیزی شبیه اردک مثل اردک را میره صدای اردک در باید اردک باشه وقتی که پنجاه نماینده یعنی 250 طلبه رفتن شکایت کردن که آقا ما تو دوران طلبگی ترتیبمون رو دادن سعید توسیشون در میاد سقطی در میاد هر روزی نیست یه قاری قرآن فساد اینجوریش در نیاد حالا بعضیشون با خانومن اوکی اینو میفهمین بالاخره خانوم و مرد زن و مرد هم دیگر رو جذب میکنن قربونت برم اینو من میفهمم ولی اینکه دوتا مرد آخه چه جوری میشه والا به خدا ما سربازی رفتیم ما زندان بودیم الان هم اینجا توی این جزیره پر همجنسگراست اتفاقا یکی از این جایی که همجنسگراست یه پاساژیه به اسم یومبو پر رستورانای خوب داره من خیلی هم میرم اونجا به خاطر رستوراناش که غذا بگیرم و اینا چطور ماهایی چه اتفاقی برامون نمیفته چه که شما همتون درگیر این قضیه آقا این دا داستان مذهب شما چیه والا تا جایی هم که میخونم حسین و حسن هم علاقه به خانه درست سجادتون گونی بوده امام جوادتون گونی بوده حالا علیتون هم گونی بوده ولی به واقعا نبودن ببین ما نباید دروغ تاریخی بگیم خداییش مثلا تا جایی که آدم میخونه حسن مثلا با مرد نبوده حسین با مرد نبوده علی بوده علی مورد تجاوز محمد بوده یا مثلا سجاد خب آره سجاد داستاناش زیاده امام جوادشون هم آره ولی بقیهشون نه یعنی سه چهار تا مورد از این اهل بیت ما داریم که علاقه به بدن مرد این چجوریه که این عیزان امت امام حسین همتون داستانتون اینه و اینقدر ضد موی زنان هستید اینقدر ضد موی زنان هستید چون شما زن رو میخواید حذف کنید برای زن شخصیت قائل نیستید زن برای شما صرفا فقط یک مسئله سکسیه زن فقط بر آشپزی بکنه فقط شکم چهار وجه پایین تر زیر شکم زن دیگه هیچی نیست حالا اوکی اینا رو ما میفهمیم تا اینجا شد اینکه به هم دیگه آخه من داتا نره قول نر شما نره خرای پشمالو چجوری به هم دیگه این داستانشونه که اینا الان با این داستان شده در کنار این قضیه با بریم ببینیم این آقای میخوایم قشنگ این آقای حق شناس و یه خورده براتون مهدی حق شناس براتون بشناسونیم از اینجا به بعد برنامه دیگه ما بریم ببینیم آقای حقشناس چیه خیلی آقای فلاحتی های نماینده خامنه ای شما بیهجابی زن آبروتون آبروتو میبره ولی حمایت از دو تا لواتکار آخوند آبروتو نمیبره خیلی جالبه این آقای مهدی حقشناس جز از اون تونروهای امر به معروفه با رضا سقطی و اینا هم حالا عکس عکسش آماده نکرده بودم ببینیم ببینیم که ایشون صحبت چی بوده کلن؟ یه چند دقیقه صحبت رو گوش کنیم خب انتخابات ری... خب یکی از چیزایی که حالا فیلم ها در اومده من احساس میکنم این 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 ویدیوه رو ویدیوهاشو نگاه میکردم دیدم خیلی درگیر بحث انتخابات درون شهر انزلیه و احتمالا چون خیلی داشته پافشاری میکرده که بتونه سم کنه دیگه ویدیوشو مثلا با با رو خریدن اون ویدیو رو با داده بیرون من از آقای عباس باقیپور شریک جنسی و با جناق ایشون نتونستم چیزی به دست بیارم اطلاعاتی در دسترس هست خیلی ممنون آیه امرو ما دیگه از این بارم نگیم به اینا ملت امام حسین به اینا بگیم امت لوات امت لوات حسینی <تصحیح> <تصحیح> نه حسین که خدایش ببخشید گی نبوده امام سجادشون مفعول بوده امت لوات سجادی اصلا صحیفه سجادیه رو بزنیم مثلا صحیفه لواتیه پاد پدر سوخته هی میان به منم میگن که کجات میسیزه اینا رو میگی شما اول بگو کجات میسیزه 1400 سال داری یزید فوش میدی چطور ما الان شما مملکت ما رو به هم ریختی همه ما رو فلا اومدی بچه های ما رو کشتی تازه از ما میرسی کجا بود میسیزه بچه جوون من ما جیگرمون میسیزه که جوونمون رو کشتی ما به ما بگو 1400 سال کجات میسوزه که یزید دهنتون سرویس کرده منم یه ویدیو کوتاه دادم پوزش میخوام از بانوان والا ما شنبول تلامون میسوزه به قادره که تو این با این برنامه تا تا کردیم تو ماتت شما بچه مصبی های هوادار محب امام حسین شما هم که خودتون رو ترتمیز نمی کنید رو که رایت نمی کنید ماتت هم کسیف بوده ما هم ببخشید پوزش میخوام کاندوم نذاشتین شمول تلامون میسوزه <applause> ببین شما حریف زبون من نمیشی یا اینقدر نیاد رو مخ من نرید تهدید نکنید من زبون باز کردم ببین من اورجینال خودم الان خود خودم هم. یعنی یه چیزایی میگم که اصلا شما قفل تو مغزت فهمیدی چیه <applause> حالا فهمیدی کجا میسیزه تو هم کجا میسیزه آره بود شکلت برم حالا ببینیم که بقیه سوزن سوزش ها در کجاست شورای شهر تمام. من واقعا پوزش میخوام از بانوان ما تو یه جنگ روانی خیلی سنگینی هستیم باید این جماعت امت لواتکارو رو حسابی لوات سجادیه این امت لوات سجادیه لوات حسینیه لوات هیدر کرار هیدر کرار هیدر کرارشون هم آخه خاک تو سر داستان داشته ببین اینا دیگه واقعا بحث فقط صرفا واقعیت تاریخیه و البته الان واقعیت میدانیه هم در تاریخ رخ داده محمد با علی هم الان واقعیت میدانیست رضا سقطی با بسیجی آقای این سعید توسی در کلاس های قرآن و داستان های دیگه آقای سفری هم که اونم اتفاقا با یه نفر بوده مثل که باج آقا شما باجن آقا خیلی داستان با هم دارید عجب داستانی شده شد و متاسفانه شاهد این بودیم که مردم شهرستان انزلی در انتخابات شورای شهر مشارکت پایین و ضعیفی رو داشتند و این نشان دهنده عملکرد ضعیف شورای شهر در چهار سال گذشته بوده شما چه کردید که مردم در این چهار سال از شما رو برگرد همون کاری که تو داشتی با باجناقت میکردی حکومت هم با مردم داشته میکرده و همین مردم شرکت نکردن ایزم و این عمل کرده ضعیف خودتون رو چطور میخواید توجیح بکنید نفر اول این دوره نصف امرو عزیز خیلی ممنون نیزن نفر آخر دوره قبل هم رای ندارد محبین LGBT <تصفح> آی امرو میگه <تصفح> <تصفح> آیا برده. سه چهار هزار رای برای یک عضو شورای شهر در شهرستان انزلی هیچ زمانت و پشتوانه نیست اگر امروز فعالان اجتماعی کنشگران اجتماعی دقدق دق مندان شهرستان دست به کار نشند و از آرای مردم حفاظت و سیانت نکنند معلوم نیست در چهار سال آینده در تصمیم چقدر دق دقدقه داره تفلک دقه داره شهری چه اتفاقات بدی خواهد افتاد امروز دیگه مردم در گیرودار این سختی ها تحمل ندارن که مسئولین زیر بار خدمت نرن امروز تحمل ندارن زیر برن دعواشون هم سر زیر رفتن بوده تو چتاشو بخون این هم تصویرشونه خاک تو سرا دو تا خواهر رو گرفتن بعد نشستن با همدیگه دو تا نشستن به همدیگه نشون میدن خاک تو سر فقط اینا عشق اون کاری که احسان حسینی در آبدارخونه خبرگزاری فارس انجام داد که قشنگم دکتره اقتصاد اینا میخوان دکتره اقتصاد بگیرن تفلیا حق مردم شهرستان هست تا از شفافیت تصمیمات شما آگاه باشند. و مطالبه کنن نسبت به تصمیمات غلط شما اعضای شورای شهر و شما اعضای شورای شهر موظف هستید به مردم پاسخ باشید مم. ما اشتباهات و افتضاحات دوره قبل هنوز یه مش بچه گونی اومدن دارن شاخشونه میکشن یادمون نرفته تصمیمات اشتباهی مم. که ضررش بر سر سفره خالی مردم و سودش بر سر سفره پرمنفعت شما جاری شد مردم این شهر خبر دارن از انتخاب شهردار سابقی که توسط شما انجام شد و الان تو زندانه برخی از اعضای شورای شهری که پرونده خب ببینید این دعوای این یعنی من احساس میکنم این ویدیو برای این اومده بیرون ما صحبته دیگه این آقا را میخوایم داشته باشیم صحبته دیگه کرده رو میخوام تحلیل برم بحث اخلاقی چون مطرح میکنه دوست دارم یه مقدار رو اون امانوف بدیم یه سوالی فقط دارم بچهایی که اینجا هستن حضرت علی علیه السلام حیدر کرار با امام حسن با همدیگه رابطهشون چی بوده این هم یه سوال یا پدر و پسر بودن نه میشه دوستان کامنت بدن علی و حسن اینا چیکاره بودن با هم پدر و پسر بودن نه دیگه خیلی ممنون آیه امپرو خیلی ممنون هر کس با آل لوات هر کس با آل لوت, لوت در افتاد ور افتاد آره نه فقط پدر و پسر نبودن مثل آقای شجریان که با پسر گرامیشون با جناق هستن این آقای علی و حسن هم حسن 300 تا زن گرفته قربونت برم علی هم 18 تا زن داشته با همدیگه دیگه هم بودن من میتونستم میتونم بپرسم که به عنوان باجناق علی و حسن هم با هم رابطه ای داشتن یا نداشتن <applause> حالا بریم آقا در مورد زیست عفیفانه یه مقدار ما رو ارشاد کنه زیست عفیفانه رو بگو این 25 ثانیه است بعد ویدیو کامل گوش میکنیم اول عادی شدن و ترویج گناهان اجتماعی ببین نباید بذاریم که عادی بشه گناهان اجتماعی بله دغدغه داره قربونش برم مسئله دوم ترک امر معروف و مسئله سوم قفلت از خدا ترک امر به معروف کار بدیه قفلت از خدا کار بدی آخه پفیوزی که داری ما رو نصیحت میکنی برای ما ادای دینداری اینجا چی دار. تو به باستن پشمالوی باجناغ خودت که آخونده رم نکردی واقعا اینا کیان؟ آقا کسانی که باستن پشمالو رحم نمیکنن به ماها میخوای رحم کنن باز منم حالا من بدنم موهاش کمه اینا اینا دیگه به ما رحم نمیکنن شما که دخترید و خانومید که چی دیگه بابا اینا گشنن اصلا افتادن به جون همه وای عادی شدن چه گناهانی در آیا. اجتماع ما رشوه فساد مالی فساد اخلاقی افتتی احتکار یادمون رفته که باید صدقه بدیم صدقه بدید صدقه صدقه بدید تو جیب اینا اینا کار نکنن یادمون رفته که باید شکرگزار نعمت‌ها رو بله شکرگزار باشیم بعد موزهای خداوند رو بخوریم موز میوه بهشتی است <تصفح> خیلی خب بریم میخوام صحبتاشون رو فقط بزنیم ریاکاری اینا رو ببینیم کسی که فیلمش در اومده و تایید شده و الان در انزلی ایشون از بخش ستاد امر معروف گذاشتن کنار ولی محاکمش نکردن و ایشون جز میداندارهای محرم امسال بوده این اسلام واقعیشونه بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب خدمت شما مخاطبین عزیز ناش. در سه بخش مطالبی رو خدمتون عرض خواهم کرد بفهمم. بخش اول لازم میدونم که تشکر ویژه داشته باشم از پرستارای زحمتکش از دکترای عزیز تلاش خودشون اما پیشگیرانه ای هست که خدمتون عرض خواهم کرد یه روایتی داریم از امام کاظم علیه السلام روایت زیباییه امام کاظم علیه السلام در بستر بیماری بودند اتبای مختلف نسخه های مختلف برای امام آوردن امام هم نس... دکترم همشون هم هستن همه کارن میدونی که 53 کشور اسلامی چقدر وضعشون خوبه نسخه رو نگاه کردند و گذاشتن کنار اطباء رو جمع کردند یه نسخه ای رو به اطباء یاد یه نسخه ای هم بدید برای اینکه کمر صفر بشه حسابی قشنگ فنر بشه این کمره هی... یا فنره الان بهتون میده از اون دارو پشتش بهتون میده دادن. و گفتند برید این دارو رو درست کنید و این دارو معروف شد به داروی امام کاظم علیه السلام که هم ترکیب زمستانه داره و هم ترکیب تابستانه ترکیباتش خیلی ساده است شکر سرخ شکر مستکی که معروف به کندور رومی و حلیله سیاه از هر کدوم یه مقداری رو به صورت مساوی بگیرید با هم مخلوطش کنید پودرش کنید شبها قبل از خواب یه قاشق چای خوری بریزید در دهان خودتون و دل امکان تا دو ساعت بعدش هم چیزی نخورید امو جقی عزیز که با این برخش پوزش میخوام حالا ام امو گفتم پوزش میخوام یه سوال دارم گفتم خود ارزایی برای بدن بد هست برای چشم و داستان های دیگه اینا میشه خواهش کنم که شما که دیگه دستی تو کار دارید عکس هم هست دستتون تو کاره بالاخره دستی در آتش دارید دستی تو کار دارید و اینا من میخوام بدونم که این کاری که شما دارید میکنید قربون شکلتون برم برای چشمتون و اینا چه جوریه یا مثلا شما یه چیزی از همین بحثای عطاری که الان دارید مثلا استفاده میکنید که حالتون بهتر باشه یا چی این هم یه توضیح برنامه بدید بفرمایید سیستم ایمنی بدنت رو تقویت میکنه آقا روایت داریم این سند این روایت سند, داره بله بهارالانوار الانوار جلد 59 و, و کتاب طب العلم صفحه بهار الانوار یک کتاب های خیلی مزخرف 50 رو تشریف ببرید ملاحظه کنید و سند این روایت رو بررسی بکنید اما اصل فیه شفاء لناس اصل وقتی با سیاه دانه مخلوط شود چه شود اصل رو مقید باشید هر مؤمن صبح, ها ناشتا یه قاشق چایخوری اصل با هفت عدد سیاه دانه پدر سوخته همه چیزم هم میدونه چی رو بخوری چی کار بکنی که قشنگ قوت جنسی بگیری واقعا بیخود نیستش که وقتی خداوند در قاره هر آمد برگشت به محمد گفت بخوان محمد گفت من, من سواد ندارم گفت بخوان گفت من سواد ندارم گفت بخوان بعد محمد گفت بسم الله الگونی لواتال کریم میگن آیهای مثل قرآن نمیشه آورد آوردیم الان بسم الله الگونی لواتل کرد گونی که چیز داره گه داره حالا به حال دیگه خدا موجزه یکم موجزت قرآن چیه گه هم میتونه بگه حالا که اینطوره بسم الله الگونی لواتل کریم اینجوری بود که دین مبین اسلام آغاز شد آره میل بکنید سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه یکی دیگه از موارد غذای شیرگوشت معروف به غذای هست موسا اما یه چیز شیر ب... شیرگوشت بسیار مهمی که اخلال ایجاد میکنه در سیستم ایمنی بدن بزرگان استرس استرسه. این استرس کاذبی که الان تو جامعه ما به وجود اومده این ترس کاذبی که به وجود اومده بخیال با خیال راحت بشین با باچن که بزن چرا استرس سری قربونت اصلا چرا قصه میخوری که الان اجاره خونت دیر میفته آینده چی میشه برات مهم نباشه که الان مثلا ده میلیون تومن توی حسابت هست میخوای بدی مثلا این گوشی رو بخری پنج میلیون امروز این گوشی پنج میلیونه فردا یه دفعه دیدی یه چیز دیگه بوده چرا استرس داری قیمت ها که ثابت نیست چرا استرس داری قیمت های خونه و اجاره هم که سر به فلکه تو چرا استرس داری آخه قربون شکلت به روای مهتی حق شناس که حق شناسی همه به تو مثل تو که وصل نیستن به نظام با خیال راحت بشینن با با عزیز ببخشید با سن هم دیگه بذارن که استرس دارن مردم با حکومتی که شما درست کردید شوخی میکنن چقدر پرروان تا جای آی امشب ام شما ترکوندید زنده باشید که میتونید از این استرس دور باشیم و دوری کنیم به قول مولانا تو دفتر ششم یه شعر خیلی قشنگی میگه من یه بیتشو براتون میخونم آهوی لنگیم و او شیر شکار جز که تسلیم و رضا کوچاره ای خیلی تعبیر اینه قشنگ داشته به چیز میگفته به همین آقای عباس باقی پور میگفته به باجناقشون گفته بله آهوی لنگیم و شیر شکار پاشو بیا قربونت برم حالا نمیدونی فیلمه رو بعد نگاه کنی حالتون بد میشه اون باقی پوره شورتشو میکشه پایین باستنش رو به این نشون میده اینم داره اینجوری وای 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 وای, وای, وای. آخه مگه میشه مگه داریم چطوری این کارو میکنید شما آخه بالاخره ما مردیم دیگه بالاخره آخه آخه نمیدونم آخه بازم مرد داریم تا مرد آخه شما شیپیشوهای پشمالو هم که آدم میبینه حالش بد میشه که اصلا نمیدونم جالبی داره مولانا شما دقت بکنید میگن که سرعت آهو 90 کیلومتر در ساعته و سرعت شیر حدود 80 کیلومتره پس چی میشه که شیر قالب بر آهو میشه او ترس آهوه ترس آهو و سنجیدن مسافتش با شیر کم کم این ترس رو بر این قالب میکنه و شیر با اطمینان به قدرتش قالب میشه بر آهو و آهو رو میگیره از این استرس ها و از این ترس هایی که در فضای جامعه ما توی فضای مجازی و خیلی از فضاهای دیگه ایجاد کردن واقعا دوری بکنیم خب بخش موارد پیشگیرانه که نکات بسیار م... اه، آیا حق شناس الان که خانومتون بعد از این اتفاق قراره که مبلتون چون شناسایی کرد خانومتون چون اول اومدی بگی که من نیستم ولی مبلتون کارا خراب کرد دیگه خانومتون از مبل و پرده و اینا فهمید که خود خودتونید بعد من یه سال الان که این چیز صحنه شما در اومده داستانتون در اومده الان استرس داری یا نداری برادر چه جوریه اینم به ما بگی که ممنونت میشی بفرمایید نامه این تبتون رو طبیب. طبیب آقا ممی. داره علاوه بر اون نکاتی که پزشکان عزیز ما میفرما، خیلی جالبه تو اون چتا این حقشناس به باجناقش آقای عباس باقی پور میگه که این دفعه من بد بکنم خاک یعنی دفعه پیشین داده تو خجالت نمیکشی با این ریش و سیبیل شدی قنبال کردی رکو رفتی بعدم چیز کردی سجده کردی <applause> ببین اصلا این نمازه نگاه کن چقدر زشته رکو میکنن سجده میکنن تو خجالت نمیکشی با این هیکل رفتی به یه مرد دیگه دو خاک تو سر که دستام رو بشوریم روبوسی نکنیم ماسک بزنیم و این موارد ببینیم ما یه نکته بگیم خیلی هم جنس به ما ربطی نداره دعوا سر اینه که اینا ببخشید جانماز آب میکشن پدر مملکت به خاطر دو تا تار راه انده. آقا تا بدتره یا یعنی اینکه شما نهر قولا دارید به هم دیگه میدید بابا رم کنید تو رو خدا آقا کسانی که به باسن خودشون رم نمیکنن میخوای به ملت رم کنن سخته چجوری تو حاضر میشی که بابا نمیفهمم کسی که باسنای خودشون رو رم نمیکنه که بگه تن خودته تن خودتو میذاری برای یه مرد دیگه که اون بیاد با باستن تو اون کارو بکنه خب البته الان انتظار داشتن تو مملکت من رو مثلا دل نگران ما باشی ما با کیا طرفیم صد رحمت به قوم لوط شما امت امام حسینید واقعا من نکتم ما در اسلامی خدمت شما عرض خواهیم کرد یه دارویی داریم به اسم جامعه امام رضا علیه السلام جامعه امام رضا داروی جامعه امام رضا علیه السلام چیه برای کمره مثل مثلا دنبلان بخورید کمرتون قویشه بفرمایید که ترکیبات خیلی خوبی هم داره و سفارش امام رضا علیه السلام هست این دارو رو تهیه بکنید مهنم. آویشن رو خیلی قلیز دمنوش آویشن درست بکنید بر اساس روایت به یک گندم مهنم. الان من این داروی جامعه امام رضا علیه السلام رو که دارم خدمتون نشون میدم حالا این بزرگه نصف اینم میشه استفاده کرد به یه گندم از این دارو رو تو این دمنوش آبیشن بریزید و میل بکنید شلقم آب شلقم رو بگیرید با اصل و یه گندم جامعه امام رضا علیه السلام رو میل بکنید سیب آب سیب شیره سیب مصرف بکنید سیر زیاد مصرف بکنید همین آب سیب رو یه حبه یه گندم داروی جامعه امام رضا علیه السلام توش بریزید و مصرف بکنید دامتانه جامعه امام رضا <applause> نه اینکه همه اینها رو در طول یک روز مصرف بکنید بعضا میبینید زیادی مصرف کردن خودش مزره بله. روزی چقدر تا دانشمندی پس یه چیزی اگه زیاد مصرف کنی مضر ببین خیلی اینو دکترن آقا والا الان به بچه چهار سالم بگی بگی که آقا مثلا یه چیزی زیاد میگه بابا جا آبم زیاد بخوری ضرر داره هر چیزی رو زیاد بخوری ضرر داره خیلی الان مثلا تو دانشمندی زیاد مصرف کنید مثلا ضرر داره دمتون گم که گفتید سپاس داره. دمنوش ها رو مصرف بکنید خیلی خوبه مخلوطی از دمنوش پونه و آویشن و میخک و اناب دمنوش بسیار خوبیه یا مخلوطی از کندور و انبر نسارا و اسفند رو دود کنید آره در... انبر رو قشن چیز کن حالا دود نکن شما قورتش بده منزل <applause> در محیط کار یه ضد عفونی کننده بسیار خوبیه مغز رو گرم میکنه ضد عفونی کننده خیلی خوبیه آش شلغم آش گندم اینا غذاهای خیلی مفیدی هستن که شما واقعا مح... آخون جماعت به در سوخت است این همه میشینه اینجا چرت و پرت میگه سلامتی آخر رفته داده به باجناقش خیلی ممنون آقای کسرا بابت استیکر ریزم نوشتن که ال... ال... لواتو من ال ایمان اسلام را لوات زنده نگه داشته واقعا ببین شما خود محمد ترتیب علی رو میداده خودش بچه بوده میداده اصلا داستان داریم فوز نگه داره از انتقال این ویروس به شما یا قطره بنفشه کنجدی الان همین مثلا چیز بعد میخواد امام سجاد تو وسط زور آشورا خب نبوده میگن چرا نبوده گفتن آقا پاشو بیا بچنگ بعد گفته باب آخه اونجا داشتن سر میدونن دیگه پسر پاشو بیا تو هم سرتو بده در راه اسلام گفته بابا جون با سن دادنش که خوشمزه تر قشنگ تره <تصفح> بود تبلیغه میگه بچه بیا شیر تو بخور میگه مامانی بستنیش خوشمزه تره حالا اینجا امام سجاد به امام حسینشون گفته که میگه آقا بیا سر بده بچه ها دارن سر میدن عبالفز دست داده اون یکی سر داده میگه بابا من باستنم و دارم میدم خیلی باله یعنی امام سجاد را جون به جونش کنیم واقعا میخوام مثل, مثل مرغ بود تفلک امام سجادشون مرغ بوده در بینی شبها بچکونید یا دارویی ما داریم در طب اسلامی به اسم انفیه, انفیه که شامل کندوش هست <applause> یک واحد کندش و دو واحد سیاه دانه اینو پودرش کنید مقداری در کف دست بریزید و بکشید بالا به توی بینی و سینوس هاتون شما رو وادار به عطسه های شدیدی میکنه و این فوق العاده مفیده خب این موارد رو اگر انجام ببخشید اون اینکه شما تحمل میکنید که یک جسم خارجی در سوراخ ماتتتون بره اونو چیکار باید بکنیم چی بزنیم چون شما تجربه داری مگه میشه آقا آدم مرد درد داره هر جور حساب کنی اونو چیکار میکنی که انقدر راحت میتونی به با جناق تو با هر سایز و کالیبری به احال اوکی میشی اینا بدید ان در امان دوستان من گفتم این برنامه خیلی مثبت 18 شهرمنده دیگه بعد اجراش کرد خواهید بود و محفوظ خواهید بود از این بیماری و از این ویروس اما بخش سوم صحبتم بزرگواران واقعیت مطلب اینه که ساختار وجودی یک انسان از دو بخش مهم تشکیل شده اخلاط و عناصر تشکیل دهنده یک جسم و ساختار روحی روانی رابطه مستقیمی هست بین گناه و بلا رابطه مستقیمی هست بین گناه و بیماری روایت داریم از امام رضا علیه السلام امام رضا علیه السلام می فرمان که هرگاه در جامعه بی... گناه انتشار پیدا بکنه گناه جدیدی به وجود بیاد خداوند تبارک و تعالی هم بیماری جدیدی بر مردم عارض میکنه ما با سه مسئله بسیار مهم درگیریم مسئله اول عادی شدن و ترویج گناهان اجتماعی مسئله دوم ترک امر معروف و مسئله سوم قفلت از خدا عادی شدن چه گناهانی در اجتماع ما رشوه فساد مالی فساد اخلاقی ببین رشوه فساد مالی فساد اخلاقی منظور اگه یه مردی با یه خانومی باشه خب بی افتی بی افتی هم باز مربوط به زنه احتکار احتکار بعد ببخشید لوات چی <ž بارت> اینا که گفتی هیچ کدوم لوات نبوده؟ لوات <ž بارت> چی اینا اینا تو خودت جون مامانت برای ما بگو یادمون رفته که باید صدقه بدیم یادمون رفته که باید شکرگزار های خدا باشیم یادمون رفته که باید خمس و زکات بدیم و اینها اثرگذاره واقعیت مطلب اینه که اون نکته ای که خیلی مهمه اینه که امر به معروف هم یادمون رفته چطور میشه یک مؤمن وقتی وارد یک اداره میشه و یک خط و خطایی رو از یک کارمند میبینه نسبت به یک مؤمن دیگه جرأت تذکر بهش نداشته باشه و این اراده ازش گرفته بشه قفلت از خود قفلت قفلت نکنید ببینید جنت را بر خود خراب نکنید لوات ببینید همه رو گفت فساد و فلان و احتکار و به همه چی رسید اصلا اشاره به لوات نکرد پدر سوخته چرا چون اصلا تم... این خیلی نکته مهمیه اصلا اینی که خیلی جالب جمهوری اسلامی داره لاپوشینی میکنه این سطح ل... لو... ولی که همهشون آره دیگه ببین داره همشون تو داستانن بعد این پدر سوخته به ماها تهمت میزنن حالا ماها یه خورده مثلا نحیف و لطیف و ردیف صحبت میکنیم اینا به ماها تهمت میزنن آخه مگه میشه این همه تو گناه و شمردی لوات نرسید آخه به لوات هم برسی علا به ذکر الله تطمئن القلوب یاد خدا ذکر خدا و نام خدا باید باش معنوس باشیم این ایام ایام دعاست دعا درمانی دعا درمانی کنی مهم و ویژه در طب اسلام دو دعا درمانی یکی از مسائل مهم طب اسلامی است برای همین ما 53 کشور اسلامی نسبت به اروپا با طب اسلامی زودتر میمیریم چی آدم تا 90 100 سالگی زندگی کنه میبینید دیگه, دیگه متوسط عمر ما کشورهای اسلامی 70 80 ساله به جز اخونداشون البته خدای اخونداشون زیاد زندگی میکنن یعنی ما خاطر اسلامیه آره اینجوریه آخه اخوندا اصلا کار نمیکنن مثل این فقط ببخشی باستن گشاد دارن جوریشون باستنشون گشاده باستن هم که دیگه اینا با همدیگه دیگه دارن که باستن گشادتر هم میشه راحتن دیگه کار نمیکنن که <تص> ببین یکی از مسائل مهم تب اسلامی دعاست دعا باید بخونی رمالی باید بکنی می میبینید بی که شبکه های معاند این مسائل رو به سخره گرفتن بله. و دارن مسخره میکنن بله به به ما پول دادن اسرائیل به ما پول داده مسخره کنی در حالی که این داره حرف درستی میزنه ما چه آدمی بدی هستیم که داریم این چیزها رو م... و این حرف مسخره ای زنده ما داریم مسخره میکنیم ما پول گرفتیم وگرنه اگر حرفایی خیلی درسته روایت داره وقتی جامعه ای دوچار یک بیماری شد میفرمان که زیارت آشورا ختم زیارت آشورا بگیرید و هدیه کنید به حتم. خب جامعه ای بیمار شد بریم خ... زیارت زیارت, حالا زیارت آشورا چی میخونه؟ لعنت بر ابن زیاد تفتورود بیاد یزید خدا لعنت کنه پسر مرجانه را بعد این جامعه خوب میشه اخی ما میگیم با یک جماعت در قرن گوشی های خیلی ممنون وارتان عزیزم خیلی ممنون عزیزم وقتی در این دوره با گوشی های هوشمند اینا ما رو مسخره دارن میکنن با این سطح از گوشی های هوشمند با این سطح از تکنولوژی میگه بری زیارت آشورا بخونید زیارت آشورایی هم که حتی دعا توش نیست بگی آقا شما این دعا بعد یه چیز خیلی ممنون مشتباه عزیز بابت استیکر دعا بر یه چیزی باشه که شما یه انرژی بگیرید یه دعای قشنگی باشه مثل همین نماز زرتشتی که ما داریم خوشبختی حالا من دیگه نمیخونم میگه هنجار هستی خوشبختی است خوشبختی از آن کسی است که بهترین خوشبختی را برای دیگران آرزو کند این یه دعاست یه دعا اینا دارن لعنت بر پسر ابن زیاد توف به روی اون یزید خدا لعنت کنه این پسر مرجان را خب این آخه این چه دعاییه همش لعنت میفرستی تو زیارت آشورا ما به خاطر عدسیش تو دوران سربازی زیاد اومدیم زیارت آشورا پرتاتون رو گوش کردیم خب ببین باور شما مفاتی الجناح رو بخونید شرماوره یعنی حتی دعا ببین شما خیلی حالا خدا رو ولش کنید ولی یعنی مثلا میگن دعا بعد یه بار مثبت داشته باشه تو اسلام هیچی بار مثبت نیست الله همش داره تو رو تهدید میکنه ما اونا رو که نمیفهمند فلانشون کردیم گوسالن هم برید اینجا این کارو کن هیچی به تو یاد نمیده که اخلاق برای همینه آیه پناهیان میگه میگه آقا اخلاقیات رقیب اسلامه حالا ببینیم چی میگه باز حرفاش ببینیم چیه حضرت نرجس خاتون قرآن بخونید دعا بخونید ادعیه ای که وارد شده در مفاتی الجنان اللهم مغفر بله این چیز هم دارن دیگه تو این شرایط هم همیشه اینا میگن به عنوان مؤمن مؤمنینی که ترتیب همدیگه رو میدن بعد میگن آقا حرمت مؤمن از پرده کعبه بالاتره چیزی نگید دیگه تو حرمتش از خود کعبه بالاتره حرفی نزنیم همش دارن در حقیقت میپیچونن دیگه ذنوب اللتی تحبس الدعاء خدایا بر من بیامرز اون گناهانی رو که باعث میشه دعای من محبوس بشه اللهم مغفر از ذنوب تنزل البلا خدایا بر من بیامرز اون گناهانی رو که بلا رو بر من نازل میکنه عزیزان من دعا درمانی و انس با خداوند تبارک و تعالی دعا درمانی ما رو موتیم. دعا درمانی کنی داره دعا درمانی میکنه برید فیلمش رو نگاه کنید دعا درمانی خیلی چیز خوبیه دعا درمانی دعا درمان این همه انقدر دعا درمانی کردن دست راست خسته شد دست راست, راست رفت دست چپ بیا میگن دیگه میگن تا جوانی اندر جلا اینا میگن, میگن تا زمانی که در حقیقت تا حسینی هستی تا محب حسین هستی اندر محبی حسینی و اینا بزن گر دست راست خسته شد با چپ بزن دیگه کارشون اینه که ببین دعا درمانی کنید دعا درمانی مسئله خیلی مهمه این بنده خدا این دعا درمانی به صورت عملی است دیگه رفته خودشم تو آتاری نشسته داره انواع و اقسام به خدا اون زیرمیرا الان بهش بگی دیلو اینا هم در میاره تو به خدا اینا خیلی به جن و امید دارم راست میگم الان اون زیر میرا میگه ببین این یک دیلدو در حقیقت سنتیه یک دیلدو اسلامیه ببین با این این حلال است اونی که تو خارج میفروشن حرام است به خدا کارشون به اینجا میرسه ببین من دارم شوخی میگم ها ولی کارشون به اینجا میرسه خیلی اینا بی شرفن مطمئن میکنه ترس رو از ما میگیره و استرس رو از ما میگیره ما رو محفوظ میداره از انواع بلیات و گناهان و بیماری ها الله خداوند تبارک و تعالی ما رو عامل به سبک زندگی اهل بیت قرار بده سلام علیکم و رحمت نه نه این نشد دیگه خود سر شوخی رو باز کردی. اینجا رو بعد با این تصویر بگی الان بگو که خدا ما رو چیکار کنه گناهان و بیماری ها الله خداوند تبارک و تعالی ما رو عامل به سبک زندگی اهل بیت قرار بده بله سبک زندگی دست منو نگاه کن همینجوری اینجوری خاک تو سر دستم هم همینجوری ناخواسته میفته رو شنبول طلایی ببین خداوند تو رو به سبک زندگی اهل بیت محشور کرد دوباره بعد بگی راه نداره گناهان و بیماری ها انشالله خداوند تبارک و تعالی ما رو عامل به سبک زندگی اهل بیت قرار بده و سلام علیکم و رحمت خب این آدم الان زنش داره طلاق میگیره چرا؟ چون این با شوهر خواهر با... نه، با شوهر خواهر زنش خوابیده که میشه با جناقش دو تا مرد هر دو آخون برای این نمیگیم ما مثل اهل بیت بله اهل بیتتون هم ما بهتون میگیم که اهل بیتتون هم گونی بودن باور نمیکنید تا حالا باور میکنید دیگه بالاخره اون, س... اون تو اون سازمان فکری آقا چرا باها نشدیم تو شدی بالاخره اهل بیت یه داستانی دارن که همتون داره لواتاتون در میاد دیگه لواتی شدید پدر قوم لوط شماها ها در آوردید بابا با بیا کردید اونارا دیگه روسفید سفید کردید یه جورایی اصلا دارید میتکه یه ویدیو دیگه ازش داریم اینم دلم نهی بد نظرم اینم یه تحلیلی بریم با هم دور بچه ها اینو بدم جلو آقا تقوا این که س... ما دو مدل نیکوکاری داریم آه یه مدل این بسم الله الرحمن الرحیم چارده اسفند هست و کوتاه دو روز نیکوکاری ما دو مدل نیکوکاری داریم یه مدل نیکوکاری نسبت به خودمونه رعایت اخلاق و تقوا این که صادق باشیم و اهل دروغ نباشیم یه مدل نیکوکاری هم نسبت به بنده های خوب خداست من یه مثال میزنم یه وقتی هزار تومن داریم و پنجا تومن کمک میکنیم یه وقتی هم هزار تومن داریم و پونست تومن کمک میکنیم اما یه وقتی هزار تومن داریم و همش رو کمک میکنیم بله یه وقتی یه باستنی داریم ترتمیزم نیست ولی همون رو در مرزه اخلاص میذاریم چون دفعه اول هم خدایش این داده تو اون چت من داشتم با دقت میخوندم اول این داده یه زمانی یه باستنی داریم خود پشمالوس ولی در مرزه اخلاص میزنیم واسه با جناقمون چون میخواد دلش میخواد جناقمون خیلی باستن دوست داره <applause> و یوت امون تعام علا مسکینن و یتیمن و اسیرا امیر المؤمنین علی امی ال... علیه السلام یه بار دیگه بگو بگونم بگو چی گفتی و یوت تعام علا مسکین الگونی و اللوات من الدادم به باجناقون بله و یتیمن و اسیرا امیر علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها در این حالی که سه روز روزه بودند هر آن چیزی که تو خونه داشتن به یتیم و فقیر و مسکین کمک میکنند کمک میکردن بله پی... علی هم همینجور رو هوا کمک میکرد حالا بالا ما الان شما رو داریم میبینیم دیگه همینجوری میرفت در خونه مردم پفک نمکی خیلی جالبه در هر خونه هم میرفته طرف شوهرش کشته شده بوده در خونه زنان بیوه میرفت به بچه هاشون پفک نمکی میداد بعد به مادرهاشون هم دیگه داشاق تلایی میداد داستان اینجوری بوده چجوری من بگم دیگه آخه چجوری بازش کنیم قضیه رو بگیرید علی زن سالم نذاشته بود توی مدینه <laughs> <خصوان> <يما> <آمان> داشت. از فرد پیری پدرش بیمار شده بود و ناله میزد پدر خودش رو تو محله رها کرده بود خیلی از رهگذرها وقتی ناله این پدر پیر رو میشنیدند عبور میکردند و توجهی نمیکردند چرا که فکر میکردند که شاید بیماری مصری داشته باشه یه عارفی رد میشد که ناله این پدر پیر رو میشنوه پدر رو به کول خودش میگیره و به سمت خونه خودش حرکت میکنه یکی از این رهگذرها بهش تعنه میزنه میگه این که پیره فقیره بیماره عمری تو از... رو خدا نگاه که مادر هفته و این شده یکی از عوامل آمر به معروف ها ما داریم اینجا می خندیم شوخی میکنیم باید هم بخندیم ولی گریه داره گریه داره اینا مملکت ما رو گرفتن ما فرار کردیم مردم ایران کیفیت زندگیشون اومده پایین این مسخری عالم شدیم با این سطح سواد و شعور و شخصیت من ببین یه... حالا من یه داستان بزن این صحبتش تمام یه داستانی رو براتون بگم به دنیا نداره چه سودی برای تو داره که داری کمکش میکنی؟ چقدر قشنگ جواب داد گفت من به اون دارم کمک نمیکنم بلکه به خودم دارم کمک میکنم تا اگر یه روزی منم از خدای خودم کمک خواستم خدا کمکم کنه صدها فرشته بوسه بر دست میزنن که از کار خلق یکی گره بسته باز کنی بابا خفه شو برو بده بابا 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 این حرفا فایده نداره پاشو برو بده یه دونه من فقط من یه صحبت حالا مهمی دارم صحبت جمع کنیم منتها باز یه کلیپی برایشون آماده روی. کردیم در حد ده ثانیه است در حد 10 ثانیه هم داشته باشیم 16 ثانیه گوش کنیم با هم دیگه فیزی آقایون ببریم تو رو خدا چراغ رو خاموش کنید لحظات لحظات ملکوتی یک برادری داریم به برادر دیگرش که بانیاناب بوده دیگه با هم دیگه یه لواتی کردن قلمان بازی کردن با هم داشته باشیم او لبها لبا نور و قدر و کوسر و تاها ذکر نورانی عاشق ها حضرت زهرا الله اکبر چه باستنی الله اکبر چه با جناگی زیر نور اکبر حضرت زهرا الله اکبر چه با جناقی الله اکبر چه با سنی الله اکبر <applause> خاک بر سرتون کنم خب ببینید ما اینو خندیدیم اینم تصویرشون با آقای سقطی هست همه دیگه با سنبازا دور هم جمع شدن و این یه همچین آدمیه حرم حسین رفته اینا ما میخندیم این قضیه رو ولی به صورت جدی یک داستانی که وجود داره ما یه روایتی داریم نمیدونم درسته یا نه سندیت داره یا نه ولی با حال, رو... حال امروزمون میخوره زمانی که اینو قبلا گفتم تو یه برنامه ای سالها پیش زمانی که اسکندر میاد تخت جمشیدو رو فتح میکنه میرن سر قبر مثلا درشن رد میشنن با اسبشون اینا و یه قبرستونی رو میبینن و رو قبرستون نوشه رو سنگ قبر هر کس نوشه دو سال سه سال پنج سال بعد عرستو میگه این داستان چی میگم عرستو این آقای اسکندر گوجستک گوجستک یک فوش ایرانیه میگه که این داستان چیه اینا همه سنگای قبرشون چند سال نوشتن اینا ولی یه پیرمردی که اونجا نشسته بوده نابینام بوده به اون میرسن و بهش میگه که آقا داستان چیه و اون پیرمرد میگه که ما تو کشورمون تو سرزمینمون میگه چرا اینا همه بچه‌ن که مردن چهار سال پنج سال چرا آدم بزرگ نداریم میگه نه اینا همه آدم بزرگن ما تو کشورمون در دوران هخامنشی هر کسی هر چند سالی که عمر مفیدی داشته برای خدمت به کشور اونو میزنن رو سنگ قبرش نمیدونم این سندیت داره یا نه که بعد اسکندر خیلی به هم میریزه و بلند میشه میره و برمیگرده یونان یا تلگراف میزنه هر چی ارسطو بوده اگر اشتباه نکنم اون موقعش ارسطو افلاطون افلاطون نبوده ارسطو بوده به ارسطو میگه آقا من نمیتونم اینا اینا خیلی واقعا عمقی فکر میکنن نگاه کن رو سنگ قبرش و اینه ما رفتیم و حریف ایرانی ها نمیشیم اینا خیلی عمقی هن. درسته الان کشور گرفتیم ولی به زودی ما رو شکست میدن ارسطو میگه که آقا تو جامعه ایرانی هخامنشی ما خلو چل نداریم دیوونه نداریم میگه خب چرا بگردیم داریم میگه میری همه خلو چلا رو ور میداری همه اونایی که آیکیوشون پایینه ور میداری اونا رو میذاری در رأس حکومت و سلسله سلوکیان رو به این شکل ایجاد میکنن که 80 سال بر کشور ما البته حکومت میکنه یعنی تقریبا دو برابر حکومت جمهوری اسلامی سلسله سلوکیان بر ما حکومت میکنه و این واقعیت ماجرا است که الان شما نگاه کنید یه آدمای حالا سطح شعور، سطح شخصیت، سطح معرفت، سطح رفتار اینا رو که هر جور نگاه کنی مگسن. همه اینا رو بذار یه طرف، اینا نمیخوام واقعا خودم تعریف کنم ولی این جدی میگم همه اینا رو بذار یه طرف. والا اینا همشون هم به چرخ گوش یه دونه انگوش کوچیکه ما توشون در نمیاره از هر لحاظ که بخوای بگی شخصیت، معرفت، سواد، هر چی. من اینا مونتا الان تصمیم گیرندن من نیستم من باید فرار کنم میام تو جزیره قناری شما باید بیاید تو خارج از کشور فراری باشیم اونایی هم که تو ایران هم باید افسرده باشن که این پلشتا حکومت کنن اما من به آینده ایران که خب الان خوشبین نیستم اما یه چیزایی در تاریخمون داریم که خوشبینمون میکنه شما فکر کن در سال الان که جمهوری اسلامی 44 5 سال داره حکومت میکنه شما فکر کن در سال مثلا 65 سلوکیان داری حکومت زندگی میکنی سلوکیانی که بازمانده اسکندر مقدونی هستن کشورت هم اشغال کردن بیگانن از این مثل اینا دیگه اینا هم بیگانن تو سال 60 میگه 65 سال سلوکیان هیچکی عریفش نشده 65 سال هیچکی عریف سلوکیان نشده تو ذهنت خطور میکنه 15 سال بعد یعنی تو الان سال 65 سلوکی هستی 15 سال بعد یه ابرمردی به اسم پاپک ساسانی اردشیر پاپکان از استخ که پدر و پدر بزرگش اینا موبت بودن این بزرگ که من از کوروش بزرگ و شاهنشاه داریوش هم حتی بیشتر دوستش دارم پاپک اردشیر پاپکان بلند بشه و سرسله بیگانه سلوکیانو چیز کنه در حقیقت از اون موقع اشکانیان ببخش اشکانیان اون موقع چیز کرد اردش پاپکان بعد چون 420 سال هم اشکانیان هستن در اون مقطع پوزش میخوام اشکانیان بیان سلوکیان رو شکست بدن اون 80 سال و 420 سال بیان خب اشکانیان خیلی زحمت کشیدن ولی اون فرهنگ ناب ایرانی رو نمیارن بعد اردش پاپکان بیاد و اشکانیان رو بزنه کنار و یک 400 سال یک حکومت پرشکوه اساسانی رو بیاره 400 سال شوخی نیست چهار قرن و این اتفاقات فراز و نشیب ها آدم ها خیلی امیدوار میکنه که ببخش من یه سوتی کوچولو دارم سر سلوکیان و اشکانیان یه خود ذهنم خسته شد ولی داستانی همینه ببین اردشیر پاپکان اومد و دوباره ایرانی که در 80 سال یعنی اون که سال 65 سلوکیان زندگی میکرد باورش نمیشد سلوکیان شکست بخورن 15 سال بعد یه حکومتی بیا 420 سال و بعدش ساسانیان بیاد اسلام کابوسه این کابوس 1400 ساله یه روز تموم میشه مطمئنم تموم میشه یه روزی در تاریخ اصلا چیزی به نام اسلام نمیمونه و خیلی از محققین و پژوهشگران تحقیق میکنن که میگن بله یه عده بودن اون موقع میگفتن خیلی حرف مسخره ای میزدن میگفتن به عقاید اسلامی احترام بذارید در آینده اینا درس میشه و باعث خنده و تعجب افراد و ایرانیان یا نسل های هر کشوری در مثلا فکر کن 300 سال دیگه میشه اسلام نمیتونه با این تکنولوژی دوم بیاره اسلام قطعا سقوط خواهد کرد و این جماعت جماعت واپسگرایی هستند که فقط توانایی داشتند که نسل های ما رو بسوزونن و یک حکومتی رو شکل دادن وقتی که شما تو این حکومت زن و مرد از اول از هم جدا هستند و مجبورتون میکنن که جدا جدا درس بخونید به خصوص اگه طلبه بشی چون باز اونایی که میرن دانشگاه رنگ چهار تا دختر یا دخترا رنگ چهارتا تا پسر میبینن ولی وقتی که از اول جداتون میکنن هم جنس میشه شما برید آمار هم جنس بین زنان مذهبی رو نگاه کنید در مردا خب بیشتره مردا نیاز سکسیشون چون خیلی بیشتر هست از این نظرا خب این اتفاقو شما میبینید دیگه توی این حوزه علمیه اینا به وفور داره رخ میده یعنی شما برای اسلام باستن خودتون هم پاره کردید دیگه چه برسه به ایران و مردم ایران کسانی که یعنی اسلامه ببین چی کارتون کرد هیچی براتون نذاشته ببین دیگه تنها چیز یک شخصیت دیگه شما ببین چقدر بی شخصیت شدید اسلامه ببخشی ابنیتون کرد اسلامه بچه تون کرد بازم پافشاری میکنی رو حسین اهل بیت دیگه چجوری بر حسنیسته تو ببره این اهل بیت و اسلام و این هزینه دادن برای قرآن دیگه چیکار باید بکنه برد بد میخوای حال ما رو بگیری حال ما رو گرفتید اوکی ما رو فراری دادید مردم اینا افسرده ولی فقط حال ما رو نگرفتی برای که حال ما رو بگیری خودتون رو ببین چیکار کردید خودتون رو ای کردید نمیفهمید اسلام کاری کرده شما میخوای حال ملت ایران رو بگی سر همین امر به معروف و اینا ما رو تهدید میکنید که گوش ما رو میگیری دور دنیا میچرخونی خب باشه بگیر خودت هم با من دور دور دنیا میای مگر این به معروف هر روز میرن جلوی قوه قضاییه کی الان ضرر کرده اونا یا من اونا من دارم تو خونم توی اینجا استدیو درست کردم زیر کولر دارم برنامه میسازم اونا بچه‌هاشون رو بردن اونجا تو اون گرما خودتونو پاره کرد بله ملت رو اذیت میکنی همه این داستانا هست اما زراره. شما خودتون این هم ببین ای شما شما خیلی به ما ضربه زدید ولی ما حداقل ببخشید مثل شما ابنه ای نشدیم شما شما به ما تهمت میزنید خودتون هم میدونید تهمته ولی ما به شما تهمت نمیزنیم واقعیت میدانیتون رو داریم الان بیان میکنیم برای که به ما ضربه بزنی گونی شدی نمیفهمی اسلام دیگه چجوری با شخصیت بگیره به عنوان یه مرد ببین چجوری شدید شما بچه بسیجی ها؟ خجالت نمیکشید به عنوان یه مرد قنبل میکنید که یه مرد دیگه اون کارا رو باهاتون بکنه این اسلام ناب محمدیه وقتی که علی قنبل میکرد که محمد ترتیبش رو بده خب اینه بید. این اینا که من دارم میگم ناراحت نشو واقعیت میدانیتونه تا کجا ما بر هزینه اسلام شما رو بدیم تا کجا شما بگید ما تا کجا باید بدیم خودتون تا کجا میخواید بدید تا کجا میخواید ادامه بدید تا کجا این کسافت رو میخواید جلو ببرید بالاخره یه جا باید تمومش کنید الان شما نگاه کنید خیلی ممنون وارتان فریدون عزیز شرمندم کردید دوستان و یارانی که استیکر گرفتم من یه دقیقه گوشیمو ندیدم اینا بله الله اکبر از این همه لوات الله اکبر از این همه گونی واقعا من این نکته ای شما الان نگاه کنید ترانزیت هوایی ما هیچ هواپیمایی حاضر نمیشه بیاد تو کشور ما ترانزیت بکنیم این شما از ترانزیت در فرودگاه چقدر میتونی پول در بیاری هواپیمایی که یه استاپ کنه تو فرودگاه ما مسافرا پیاده شن سواری یه هواپیمای دیگه بشن که تو کل اروپا مرسومه کل آمریکا کانادا مرسومه یعنی ما نمیگم فقط به خاطر حجاب آقا بعد میگن آقا ما مشکل اقتصادی داریم نه مشکل حجاب خب این مشکل اقتصادی تو معلول علت حجاب و شریعت اسلامیه تو با این اسلام اول از همه ببخشی باستن خودت پاره کردی ماتت خودت پاره کردی به صورت میدانی تمثیل نمیارم ها تمثیل نمیارم واقعیت تو دارم میگم زناتون هم دارن از طلاق میگیرن که شما داستانتون اینه پدر ملت درآوردی پدر خودتون خب مثل آدم میذاشتی کشور مثل آدم بره جلو دختر پسر از اول با هم برن مدرسه هر کی هم از هر کی خوشش زیر نظر الان شما تو اروپا دختره 15 سالش میشه بابا من نیاز سکسی دارم با دوست پسرم میخوام سکس کنم خب دخترم نرو خونه پسره میخوایم کاری بکنیم دو پسره رو بیار اینجا زیر نظر ما باشه برو اتاقت بده ای آقا اینا بی دختره دست دوست رو میگیره جلو باباش میبره با هم رابطه خیلی اینا بی غیرتن اوکی بی غیرتن آقا این بی غیرتی منطقی تر از با غیرتی شماست که ببخشید با سن هم دیگه میذارید خودتونو رو بی شخصیت میکنید من نمیخوام بگم اینا با غیرتن یا یعنی هستن یعنی. اصلا گور بابای غیرت هن. من اصلا شاشینم اون غیرتی که شما میگید من الان اصلا منطق میکنم شما پدر همه رو در آوردید آخه چرا ما بر اینقدر هزینه بدین و آخرشم تو با این هیکل با این قد با این بالاخره تیپ بشینی یه سر برای ما چرت و پرت بگی دونه شادونه بخور فلان بخور این یکی دانه حضرت امام رضا رو فلان کن کمرت اینجوری بشه اون اونجوری بشه اینو فیلم بکن قشنگ چیتت بیاد آخ چرت پرت تو تب سنتی اسلامی مون انجام بدیم با خفه شو دیگه خفه شید دیگه اسلام چی داره که تب سنتی اسلامی داشته باشی ببندید دیگه بی همه چیزا یه مش بی همه چیز 1400 سال اومدن اسلام رو انداختن اون ماوی و یزید باز بدبخته یه ذره فهمیدن اومدن جمعش کنن دیدن نمیشه 1400 سال پدر همه رو در آخرش هم بفرما تمام بزرگانتون هم که بعد بر... حالا در مورد آقای خامنه ای هم میگم من میگم قبول نمیخوام بکنم یعنی بعد سند باشه ولی شواهد نشون میده بابا ام آقای خامنه ای هم بله داده وقتی ما داریم میبینیم تو این داستان های طلبگی تون همتون ببین یه زمانی ما میگیم اپوزیسیون غیره یا ماها از روی دشمنی با شما داریم یه سری مسائل مطرح میکنیم میخوام خرابتون کنیم یعنی واقعا خرابید خرابید آقا ببین این دیگه بحث این نیستش که ما تو جنگ بخوایم شما رو خراب کنیم آقا شما واقعا کسافتید دیگه سطح کسافت بودنتون اصلا باور نکردنیه جامعه باید بره به اون سمت که هر کسی دیگه از این به بعد نام حسین بر زبون میاره میگه من محب به حسینم پیشفرض ما باید بگیم این که آقا بچه گونیه. این داده این به عنوان یک مرد میده جامعه بعد این تصویر ذهنی براشون به وجود بیاد کسی که محب به حسینه احتمالاً گیه لوات میکنه لوات کاره این جامعه باید بره به این سمت و خواهد رفت یعنی دیگه شما بخواید مثلا به حرف من نیست من چیکارم که بگم جامعه بره نره من که من اینجا تعیین میتونم بکنم برای جامعه 90 میلیونی این اتفاق داره میفته مردم دارن تو تصویر ذهنیشون هر کدوم از شما مذهبی ها رو میبینن اول از خودشون سوال میکنن این چجوری طلبه شده تو دوران طلبگی داستان داشته نداشته قرمتون برم دمتون گرم این برنامه رو میبندم ببخشید یه خود برنامه باز بود من امشب یه برنامه دیگه ای داشتم منتها دیگه دیدم داستان باسن آقای مهدی حقشناس با با آقای عباس باقیپور این باستن ها داقتره. گفتیم که بپردازیم به باستن و ماتت داغ اینا تا بعدا خواهش میکنم من دو تا برنامه مهم دارم برای فردا و پس فردا شب از جمعی شما محبین امام حسین از جمعی شما بچه های دل در گرو اهل بیت و خاندان بنی هاشم. از شما شیعیان امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام خواهش میکنم یه 48 ساعت باستن همدیگه نذارید ترتیب همدیگه رو ندید که ما این موضوع مهممون رو بپردازیم بعد فرصت داشته باشیم چون الان شما باستن هم من باید پوشش خبری بدم خواهشم برای اینکه من برسم پوشش خبریتون رو بدم یه 48 ساعت استراحت کنید نترسید جای دوری نمیره دوباره فرصت میشه دوباره میفتید به جون همدیگه یه 48 ساعت فقط فرقات... الان یه خود استراحت کنید ماه محرم هم هست دیگه محرمتونه که آقای سقطی کرد لواتی آقای سفری کرد محرم خود ارزایی شما هم که کردید آقای در حقیقت میرزا غضبخان حق شناس شما هم که کردید محرم با دیگه فردا ببینیم دیگه چی ازتون در میاد هر روز دیگه آقا این دیگه آخرشه یه بعد دیگه رو میکنن میبینیم نه باز ادامه داره پاینده ایران و بدرون شب و روزگار خیلی ممنون از عزیزانی که استیکر گرفتن و عضو یوتیوب رو دست شدن دم همتون گرم همتون رو به از ایران میسپارم بدرود خاک بر سر شما محبین ح